در دنیا برای رهبری انسان‌ها دو نوع از مردم ظاهراً زیاد دیده می شود. یکی مردمی که دعوای حکومت و پاچایی می کند. این مردم پیش شدن در ظاهر در خط و سرلوحه کار خود خدمت به مردم را عنوان می کند و می گویند که ما برای آزادی مردم، عزت مردم، امن مردم، رفاه مردم، صحت مردم می خواهیم که قدرت را به دست بگیرم و یا در قدرت هستم. پس غالبا مردم از همچون مردم خوششان نمی آید. با وصفی که عنوان بسیار مقبول را عنوان دادن، با وصفی از او عنوان مقبول هم مردم همین مردم را دوست ندارد. و این چیزی است که فکر میکنم شاید امرای ما شما کلتان قانعی باشه. همین مردمی که داد میزند که ما خدمت میکنیم، امی مردم را امی مردم دوست ندارد. و آیا فکر از این را کردن چرا دوست ندارد؟ به خاطر از این دوستشان ندارد که امی خوبی ها را که این نفر شناختن، این خوبی ها را به زور میخواد و به استبداد میخواد تطبیق بکند. یک نکته دوم، دروغ میگویند در امو عنوانی که بر خود تعیین کردن. چون مردم یک طرف استبداد ببیند، از طرف دیگری دروغ عملا مشاهده میکند، باز امین مردمی که شعار خوب را دادن باز از امین مردم رو میگردند. گروه دوم از مردم و انسان‌ها برای آزادی فکر انسان‌ها قربانی دادند، تلاش کردند، زحمت کشیدند. این مردم جایگاه بس رفیع در بین مردم دارند و جایگاه عظیم دارند. در سرلوحه از این مردم انبیاء علیهم السلام قرار دارند. انبیاء علیهم السلام اونا آمدن تا و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي في الله. آمدن اونا تا که امو بار گرانی که جهل است او را از انسان ها دور بکنند و امو غل هایی که در گردن هایشان است، امو زنجیر هایی که در گردن ها و پاهایشان است او را برشان برهاند. این بخش مردم در آنچه که عنوان میکنند صادق هستند، راستگو هستند. از این خاطر مردم هم اونها را بسیار زیاد دوست دارد و هرگاه نامشان را میگیرد بعد میگن که رضی الله عنه علیه السلام، رحمت الله علیه، این را باز نثارشان میکنند. از این مقدمه یک چیزی به دست می آید که هر کدام ما اگر خواسته باشیم برای مردم بیشتر خدمت بکنیم، اول فکر مردم را باید آزاد بکنیم. ارزش هایی که او به او باور دارد او را درست برش تعریف بکنیم. مردم را از کور کورانه تقلید برهانیم و به سمتی که اینها را توجیه میکنیم درست باید رهبری شوند. هرگاه چنین کاری صورت گیرد طبیعتاً همچون انسانها را مردم دوست دارند و جایگاه پیدا میکنند.